برای آگاهی از چهره جامعی که مورد نظر پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و مورد توجه و خواست تمامی ائمه خدا علیهم صلوات الله بوده است کافی به محتوای مکتب اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام نگاهی بندازیم این مکتب بشر را از ظلمات وهم و صفات زشت به عالم نور و پاکی نفس میکشاند و جامعه عادله پدید میآورد با نگاهی به آموزه های فقهی و اخلاقی مکتب اهل بیت اسمت و طهارت علیه السلام در بخش عبادات، معاملات و سیاسات خیلی راحت ما میتونیم این حقیقت رو بفهمیم که تا چه اندازه دقت به عمل آمده است تا جلوی ها و اجهافها ها و خودکامگی ها و خودخواهی ها گرفته بشه حتی احکام عبادات از قبیل اباحه مکان و لباس نمازگذار و قربانی و احرامی که حجاج به تن می و مورد ابتلای عموم اهل ایمان هست بر مبنای ظلم ستیزی مقرر شده اگر مکانی که فرد مییسته و نماز میخونه در واقع در تصرف عدوانی و ظالمانه او بوده باشه نمازش باطله اگر لباس نمازگذار قصبی باشه نمازش باطله همچنین در مورد احرام حاج کسی که حج به جامعه آورد و قربانی او نیست این چنین هست بنابراین عزیزان دقت بکنن توجه بکنن به اینکه وقتی بررسی میکنید حتی احکام عبادات در مکتب اهل بیت اسمت و تارت بر مبنای ظلم ستیزی مقرر شدن و مؤمنین رو از تصرف عدوانی و ظالمانه در مال و منافع مملوکه یا حق مردم باز میدارن به عنوان مثال میخوام خدمت شما ارز کنم در آموزه های فقهی و اخلاقی مکتب اهل بیت اسمت و تهارت علیه مسلم روی حق والدین بر فرزندان و بالعکس حق زوج بر زوجه و بالعکس حق رائی بر رعیت و بالعکس حق کارفرما بر کارگر و بالعکس حق همسایگان بر همدیگر و حتی حقوق حیوانات بر انسانها تأکید وجود دارد به علاوه عزیزان مسئولیت همه مکلفین از پیر و جوان زن و مرد در آشکارا و نهان در شهر و بیابان امر به معروف و نهی از منکر است که در روایات اهل بیت اسمت و تهارت تاریک امر به معروف و نهی از منکر به عنوان مرده متحرک معرفی شده است و به معروف و نهی از منکر از بزرگترین تکالیف الهی دانسته شده و در اهمیت اون عزیزان همین بس که مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرمایند و ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و نحی عن المنکر الا نفت فی بحر لجیم تمام کارهای نیک و پسندیده حتی جهاد در راه خدا در مقابل امر به معروف و نهی از منکر مانند قطره از آب در برابر دریای مواج است اگر امر به معروف و نهی از منکر با این تأکید بر همگان واجب شده است برای اینه که عدالت و حق در همه جا پیاده بشه و پلیس و ناظر حق و عدل خود مردم باشن و این نظارت عمومی باعث بشه که کسی از خط سیر عدل و حق پا و فراتر نگذاره همچنین مکتب اهل بیت اسمت و تهارت علیه مسلم به پیروان خودشون دستور میدن که همدیگر رو به حق و به صبر بخوانند و خیرخواه و خیررسان همدیگر و هم باشند. باشن و تواصو بالحقه و تواصو به سبر. قرآن کریم عزیزان به همه مسلمان ها دستور میده که با دشمنان خودشون بر اساس عدالت رفتار کنن مبادا بغض و عداوت باعث بشه که افراد از محور عدالت حتی در مورد دشمنان خودشون دور بشن چرا؟ چون یکی از عوامل ظلم و حق ها همین بغض و کینه توزی نسبت به دیگران هست قرآن کریم در کمال سراحت عدالت اجتماعی رو به عنوان یکی از اهداف اصلی همه انبیاء الهی میداند و می فرماید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و لیقوم الناس بالقسط ما همه پیامبران رو با دلایل روشن فرستادیم با آنها کتاب و میزان فرود آوردیم تا مردم به عدالت قیام کنند اما انایات داشته باشید عزیزان قسط و عدل نیازمند مقیمی شایسته است اگر بر پادارنده قسط و عدل واجد کفایات لازمه نباشد استقرار عدالت غیر ممکن است و دین و معارف و احکام و اخلاق و مقدسات به عنوان پوششی هیلگرانه برای تجاوز به حقوق مردم به بازی گرفته می شود مجری عدالت باید دارای علم لدنی و باید دارای مقام اسمت و ولایت تکوینی و ولایت تشریعی و ارتفاع جوهری باشد باید افضل خلایق در جمیع فضائل باشد و خدا او را به اسم و شخص به عنوان زمامدار امور عباد و بلاد خود تعیین فرموده باشد ظالم و جائر ولو به نحو خطا و صحو و نسیان و اشتباه ظلم بکنن و جور بورزن هرگز نمیتوانند امام باشند چگونه ممکن است خدای عادل ظالمی رو به عنوان امام و هادی و راهنما و صاحب اختیار و زمامدار مردم منصوب کند در حالی که هدف از نصب امام چیزی جز پیشگیری از ظلم و اجرای عدالت اجتماعی نیست در مکتب اهل بیت اسمت و تهارت علیه مسلم عزیزان امامت تداوم نبوت و رسالت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم است و هدایت مردم و برقرار کردن عدالت اجتماعی از وظایف عمده امام حق است و بر همین اساس اعتقاد ما بر اینه که امام علیه السلام مثل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم معصوم است و اقوال و رفتار او مانند اقوال و رفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حجت و عین حکم خداست و غیر معصوم از ادای این وظایف عاجزه به علاوه از شکی نیست که اقامه قسط و عدل به نحو مطلوب در پهنه جوامع انسانی بدون احکام و شرایع الهی ممکن نیست اما آیا ما به احکام و شرایع الهی حقیقتاً و به نحو اصابت و عدم مخالفت اشراف داریم و به فرض اشراف اگر این احکام و شرایع مجری شایسته و با کفایتی نداشته باشند و بجا و به موقع بدون خطا و اشتباه و صح و نسیان اجرا نشن اون عدالت مطلوب محقق میشه اقامه قسط و عدل و اجرای احکام الهی نیاز به امامی دارد که از علم لدنی و مقام اسمت و ولایت تکوینیه و ولایت تشریعیه و ارتفاع جوهری و افضلیت در جمیع فضائل از جمیع خلایق برخوردار باش و از جانب خدا به اسم و شخص تعیین شده باش این امام حق علیه السلام است که با علم خدادی با علم خدادادی از ریز عملکرد کارگزاران خودش به طور دقیق و به هنگام مطلع و با ولایت تکوینیه خودش امور رو سامان میده و بدون خطا و اشتباه و صحو و نسیان و قرضورزی احکام رو اجرا میکند و بر حسن اجرای احکام هم توسط کارگزاران خودش نظارت میکند و در صورت مشاهده کوچکترین انحراف واکنشی در خور و مناسب و بجا و خدا به عمل می آورد البته در دوران حضور و بستید امام علیه السلام اون بزرگوار بر عملکرد کارگزاران خودش نظارت شهودی و نظارت غیبی دارد و در صورت انحراف و تخطی از موازین قسط و عدل اونها رو سر جای خودشون مینشاند یا عزل می کند اما در دورانهایی که دست امام بسته است یا در دورانی که امام حق قایب است مثل دوران غیبت کبرا آیا از سوی امام علیه السلام کارگزاری نصب شده است و چگونه نصب شده؟ و اگر شده آیا امام بر عمل کرده اون نظارت می کنند و اگر نظارت می چگونه نظارت می کنند و اگر انحرافی در این کارگزار دیده شود آیا امام کارگزار منحرف رو مجازات می کنند یا عزل می و چگونه این کار رو انجام می دهند این نکته بسیار مهمی است که عزیزان ما باید در دوران غیبت کبرای امام زمان به اون توجه کنیم دورانی که امام حضور ندارند چگونه برای ما مهرز می شود که امام کارگزاری نسب کرده اند و بر عمل او نظارت می کنند و اگر انحرافی در او دیده شود او را از انحراف باز میدارند یا مجازات می یا عزل می کنن. چگونه این اتفاق می افته؟